با درود به دوستان عزیز، برنامه دیگری از میراث جاویدان ایران باستان رو در خدمت شما هستم و اگر که اجازه بدید مانند همیشه با یک درود به روان پاک کشته شدگان در راه ایران زمین گفته های خودم رو آغاز بکنم. درود به روان پاک و شرافت جانباختگان و جانبازان ایران زمین در جنگ قادسیه اول، در حمله وحشیانه اعراب به ایران زمین، به روان پاک صدها هزار کشته شده ارتش شاهنشاهی ساسانی و زنان و مردان و کودکان بیگناه ایرانی که به وسیله اعراب نسل کشی، جنوساید و قتل عام شدند و با دریای خونشان آنها آسیاب‌های خود را در خراسان بزرگ و دیگر بخش‌های ایران زمین چرخاندند. به امید روزی که در هر شهر و روستای ایران و در هر پایتخت جهان بنای یادبودی برای آنها برپا شود و همه جهان این نسل کشی را مانند هولوکاست و کشتار ارمنیان گرامی به رسمیت بشناسند. با درود به روان پاک 300 هزار زن، دختر و پسر بچه کوچک ایرانی که به کنیزی و غلامی و غلمانی جنسی در بازار مدینه فروخته شدند. با درود به روان پاک نویسندگان بیش از 1,000,000 نسخه از کتاب‌های باستانی ایران به زبان‌های اوستایی و پهلوی باستان در کتابخانه دانشگاه جندی شاپور و دانشگاه حکمتانه و کتابخانه‌های بزرگ مرو و بلخ و خارزم که کتاب‌هایشان به دست اعراب سوزانده شد. با درود به روان پاک و شرافت میلیون‌ها جان باخته و جانباز ایرانی در جنگ 8 ساله یا قادسیه دوم اعراب علیه ایران زمین که در ارتش ایران زمین، در سپاه پاسداران ایران زمین و در نیروهای بسیج مردمی ایران زمین جان خود را در راه سربلندی میهن مردانه فدا کردند. با درود به روان پاک دختران و مادرانی که در خرمشهر و در خوزستان همیشه ایرانی در جنگ 8 ساله اعراب علیه ایران روبروی هم و همزمان و مقابل چشمان هم به آنها به وسیله نیروهای عرب تعرض شد. با درود به روان پاک بیش از 5,000 شهروند بیگناه کرد همیشه ایرانی، از زن و بچه و پیر و جوان که در کردستان اشغالی در عراق با وحشیگری تمام قربانی حمله شیمیایی ناجوان مردانه عراق در عراق شدند و به امید آن که این نسل کشی نیز همانند نسل کشی های دیگر به رسمیت شناخته شود. و در پایان با درود به روان پاک و شرافت جان باخته راه میهن بابک خرمدین، آذربایجانی دلاور که از هر قطره خونش امروزه میلیون ها مبارز راه ایران زمین پدید آمده است و با امید به آن که همه ما و من پیشمرگ راه ایران و فرهنگ ایرانی شویم. جاوید روان باد پیشمرگان راه ایران زمین. من خیلی سعی میکنم که همیشه یاد کسانی رو که زندگیشون رو و جانشون رو و آنچه را که داشتند در راه سربلندی کشورمان و میهنمان و تمدن ایرانی از دست دادند و فدا کردند رو گرامی بدارم، که این فکر میکنم که یک کوچکترین کاری است که ما میتونیم برای سپاس از این دوستان، از این درگذشتگان، از این جاوید روانان داشته باشیم. اما برنامه امروز ما طبق همیشه دو بخش داریم که یک بخشی از آن به یک سری گفتگوهای تئوریک و اجتماعی میپردازیم، بخشی از فیلم مستند، بخشی از فیلم‌های مستند از مجموعه فیلم‌های مستند میراث جاویدان ایران باستان رو با هم می‌بینیم و در پایان درباره پزشکی در ایران زمین سخن خواهیم گفت و برنامه خود را
به پایان میبریم. درباره سخن امروز، ما یک بحث تئوریک و ایدئولوژیک میخواهیم انجام بدهیم و درباره یکی از مسائلی که مسائل روز صحبت خواهیم کرد. همان گونه که میدانید و همان گونه که من بارها در برنامه ها گفتم، هدف ما به وجود آوردن یک گفتمان و دیسکورس ملی برای کشور عزیزمان است. در کشوری که ملیگرایی در آن لگدمال شده و هویت ملی خودش را از دست داده است، در این کشور ملیگرایی و گفتمان ملی و گفتمان ناسیونالیستی چون نان و نان شب برای کشور ما مهم است. بگذارید که یک مقداری به انواع گوناگون گفتمانهای ملی در ایران زمین بپردازیم و اونها رو با همدیگه یک مقایسه بکنیم. گفتمان ملی و ملیگرایی و ایرانگرایی در پایان دوره قاجار در ایران به دست روشنفکران ایرانی پدید می آید. برای نخستین بار روشنفکران پایان عصر قاجار به ایران باستان می پردازند. کسانی چون مشیرالدوله پیرنیا کتاب ایران باستان رو می نویسند و اندیشمندان دیگری که ظهور می کنند مانند روانشاد فروغی و کسان دیگر و بزرگ مردان و رجال عصر قاجار همگی به ایرانگرایی و ملیت ایران می پردازند و روی همین اصل هست که حکومت بعدی ایران پس از قاجاری که بخش عظیمی از ایران رو به باد دادند و دوران بسیار سیاهی رو در تاریخ ایران رقم زدن، عصر درخشانی با رضا شاه کبیر آغاز می شود که در آن ملیگرایی و ناسیونالیسم ایرانی که همراه با مدرنیته و مدرنیسم است در واقع جای ویژه‌ای پیدا می کند و در این در پدید آمدن این عصر درخشان افسون بر شخص رضا شاه، روانشاد فروغی نقش بزرگی رو بازی می کند. یکی از بزرگترین اندیشمندان عصر رضا شاه شخصی بود به نام استاد ذبیح بهروز. ذبیح بهروز که یکی از ریاضیدانان ایرانی است، همزمان به تحقیق و پژوهش درباره ایران باستان پرداخت. ذبیح بهروز همکار ادوارد براون، یکی از خاورشناسان بزرگ غربی بود و از این رو اشکالات تئوریک فراوانی به روش کارهای آنها گرفت. ذبیح بهروز برای نخستین بار متوجه این موضوع شد که یکی از بلاهای بزرگ ملت ایران خطی ناقص است که در آن اسوات و مصوتها به خوبی نوشته نمی شوند. این خط برای آموزش آن برای کودکان بسیار دشوار است و یاددهی آن به کم سوادان دشوارتر و به خارجی ها برای گسترش فرهنگ ایرانی تقریبا چیزی ناممکن یا بسیار دشوار است. ذبیح بهروز از خط شروع کرد، پژوهش های بسیاری کرد، کتاب دبیره رو نوشت، کتاب خط و فرهنگ رو نوشت و پس از آن انجمنی به نام انجمن ایرانویچ رو درست کرد، تأسیس کرد. در انجمن ایرانویچ نه تنها به مسئله خط پرداخته شد که بعدها به کل مباحث مختلفی از فرهنگ ایران پرداخته شد. برخی از آنها بسیار تیزنگرانه و تیزبینانه بوده است. ذبیح بهروز شاگردان بسیار بزرگی رو تربیت کرد که از آنها به دکتر محمد مقدم، دکتر صادق کیا، دکتر محمودی بختیاری میتوان اشاره کرد. روش فکری انجمن ایرانویچ یا ایرانویچی در واقع یکی از سنت‌های
در واقع ملیگرایی ایرانی است. در این سنت توجه ویژه‌ای به دوره اشکانیان می شود. در این سنت توجه ویژه‌ای به آیین مهر یا میترائیسم می شود و در این سنت ایریا و ایجا ایرانویج یا سرزمین نخستین مردمان ایرانی که همون بلخ و مرو و سمرقند و بخارا است به شدت مورد توجه است. در ناسیونالیسم و گفتگوی ملی بهروزی و ذبیح بهروزی که من آن را ناسیونالیسم ایران ویچی میگویم، مشخصه های فرهنگ ایرانی از مشخصه های فرهنگ ایرانی نگاه تمدنی به آن است. ایران رو مانند یک کشور نمی بینند، بلکه توجه ویژه‌ای به کشورهای همسایه که زمانی بخشی از ایران بودند نیز مبذول می دارند و این دو را از هم ناگسستنی می پندارد. در ناسیونالیسم ایران ویچی، ایران یک حوزه تمدنی بزرگ است که در آن تاجیکستان، افغانستان، کشور ایران، جمهوری اوستیا و آلانیا در شوروی سابق یا روسیه امروزی و همچنین کردستان در کشورهای عراق، سوریه و ترکیه بخشی جدایی ناپذیر از تمدن ایرانی است. همچنین بلوچستان در پاکستان. بنابراین نگاه بهروزی یا نگاه ایران ویچی به این نوع ناسیونالیسم نگاهی است بسیار استراتژیک. و شگفتا که امروزه در علوم استراتژیک آن چیزی را که ما به آن بافرها یا حوزه های نفوذ کشوری در واقع قلمداد میکنیم، آن چیزی است که ذبیح بهروز آن را پیش بینی کرده بود. ما در برابر دیدگاه ایران ویچی یک دیدگاهی داریم که به آن دیدگاه ایران شهری نیز میگویند. در دیدگاه ایران شهری تنها توجه به ایران است، تنها به یک کشور ایران است. اینکه اطراف ایران چه باشد مهم نیست. اینکه اطراف ایران آیا قول بزرگی چون شوروی باشد مهم نیست. آیا رژیم بعث عراق باشد مهم نیست. آیا ترکیه ناسیونالیست باشد مهم نیست. اینکه اطراف ایران چه باشد اصلا مهم نیست. توجه ویژه و دید تنها مربوط به کشور است و همون گونه که میبینید ایران ویچ رو به ایران شهر فرو کاسته است، به کشوری که ما در آن زندگی میکنیم. مطلوب این دوستان در دوران باستان ایران زمان ساسانی است که البته دوران بسیار خوبی هم بوده است، اما ایدئال دوستان دوران ساسانی است. برای این دوستان مردمان ایرانی تبار در کشورهای همسایه اهمیت ندارند. سرنوشت اونها از سرنوشت ایران جداست و دید آنها دید استراتژیک نیست، چون به حوزه های نفوذ در اطراف کشور توجهی ندارند. با تمام احترامی که برای این دوستان عرض دارم، باید عرض کنم که دیدی که این دوستان دارن دیدیست کوته بینانه. ما در خاورمیانه زندگی میکنیم که کشورهای همسایه ما متوجه دید تمدنی شدند. ما در ترکیه امروزه نئو عثمانیزم یا عثمانیزم نو رو داریم که در آن توجه دیگر به کشور ترکیه تنها مبذول نمی شود. توجه به ترکمانان و ترکیه تباران در کشورهای همسایه نیز مبذول است. ما ناتو عربی و تمدن عربی رو داریم که دیگر در آن تنها مقصود کشور خاص عربی مثلا عربستان یا مصر نیست،
بلکه اتحادی از همتباران است که بلوک قدرت به وجود می آورد. از این رو بسیار جای تأسف و شگفتی دارد که در ایران نوین ما چنین دیدی تا کنون نبوده است. آنچه که من در کتاب ایران سالاری انجام دادم، تئوری ایران زمینی رو در برابر تئوری ایران شهری مطرح کردم. در تئوری ایران زمینی که شباهت‌های بسیاری به تئوری ایران ویچی زبیع بهروز دارد، ما ایران را به عنوان یک حوزه تمدنی بزرگ در نظر می‌گیریم که دارای منافع تمدنی است. این کشور از این حوزه تمدنی از کشورهای ایرانی تشکیل می‌شود و آن کشورها تاجیکستان، افغانستان، خود ایران و کردستان در کشورهایی که در آنها کردستان وجود دارد، جمهوری اوستیا و آلانیا در روسیه و کشورهای همتبار و بخشهای همتبار ایرانی در کشورهای همسایه مانند بلوچستان در کشور پاکستان است. این حوزه تمدنی اساس امنیت ایران رو و اساس در واقع هویت ایران رو و امنیت خود کشور ایران رو تأمین میکند. منافع کشور ایران جدا از منافع کشورهای حوزه تمدن ایرانی نیست. اگر ما به این دید به مسائل استراتژیک ایران نگاه بکنیم، ما یک کشوری داریم به نام ایران که در اطراف آن باید کشورهایی باشند که همریشه با ما هستند اما به قدرت ما نیستند. در این صورت هم امنیت ایران به عنوان یک کشور یک پارچه و مستقل تضمین خواهد شد و هم یک بافر زون یا یک زون، یک منطقه حائل، یک منطقه حائل امن اطراف ایران ایجاد خواهد شد که از کشورهایی هستند که با ما همریشن و دیگر احتمال پدید آمدن قادسیه دومی وجود ندارد. بر پایه دید و تئوری ایران زمینی که من ارائه میکنم، از نظر استراتژیک به نفع ایران است که کشور عراق به دو کشور کوچک تقسیم شود. با تقسیم عراق به دو کشور کوچک ما دیگر قادسیه سومی نخواهیم دید. قادسیه اول و دوم برای همیشه به گور خواهند رفت و به تاریخ خواهند پیوست. با تقسیم عراق به دو کشور کوچک که هر کدام از اینها وابستگی هایی به ایران دارند، بخش شیعه نشینش از طریق مذهب و بخش کرد نشینش از طریق قومی، ما یک بافر زون یا یک در واقع منطقه حائل بین ایران و کشورهایی که با ما هیچ کشورهای عربی که با ما هیچ اشتراک منافعی ندارن به وجود می آوریم تا از قادسیه سوم جلوگیری شود. از این روی و با این دیدگاه من استقلال کردستان عراق از عراق رو یک اتفاق فرخنده می دانم. با این استقلال این بخش از عراق، دشمن استراتژیک ایران از میان خواهد رفت، به دو بخش تقسیم خواهد شد و اینکه کردستان ایران بخش جدایی ناپذیری از ایران باقی خواهد ماند. برای اینکه کسانی که دوست ندارند در ایران زندگی کنند، کشوری هست که برون آنجا زندگی کنند و فشار ایران به کردستان عراق کردان جدایی طلب ایران رو هم قابل کنترل و مهار میکند. این مسائلی که من میگم برای کسانی که البته با علوم استراتژیک آشنا هستند قابل درک هست. از این رو من دیدگاه خودم رو درباره استقلال کردستان عراق با هم میهنان در میان گذاشتم، چون دیدم بحث هایی شده است و متاسفانه ما اندیشمند درجه یک نداریم. ما یک سری افرادی رو داریم که دچار ارتجاع سفید هستند
و این افراد رو من وجودشون همونقدر خطرناک است مانند مرتجعین سیاه و سرخ و با علوم نوین استراتژیک آشنایی ندارند، بهره هوشی کم دارند و تعصب فراوان دارند و متوجه نمیشوند که در دنیا چه میگذرد. از این روی من انتظار دارم که ایران همان گونه که استقلال آذربایجان رو به درستی از شوروی به رسمیت شناخت و امروز دیگر ایران با قولی مثل شوروی به آن صورت مرز زمینی ندارد و با کشورهای کوچکتری مثل آذربایجان مرز زمینی دارد و این از نظر در واقع امنیتی به نفع ایران است، همین گونه استقلال کردستان عراق رو هم به رسمیت بشناسد تا امنیت استراتژیک ایران تأمین شود. این مسئله بود که میخواستم در بخش اول برنامه با دوستان بگویم و اتفاقا ما برای اینکه ثابت کنیم که کردان مردمان 100% ایرانی هستند و در واقع کردستان ایران بخش جدایی ناپذیر از ایران هست، فیلمی رو به یکی از بخش‌های کردستان ایران اختصاص دادیم به نام فیلم در واقع دژ زیویه در کردستان. ما این یک فیلم مستند هست و بخشی هست از در واقع مجموعه میراث جاویدان ایران باستان، مجموعه مستندهای میراث جاویدان ایران باستان که من از دوستان خواهش میکنم که یک چند دقیقه از این فیلم رو، حدود 4-5 دقیقه از این فیلم رو نشون بدن. خوروران یا غرب ایران به شوند یا سبب داشتن دژهای کهن و باستانی همواره نگرش باستانشناسان را به خود واداشته است. یکی از گوشه‌های ناشناخته ی تاریخ ایران، چگونگی پیشرفت و گسترش شهرنشینی مادها و هخامنشیان به شمار می‌رود. دژ زیویه یادگار چند هزار ساله‌ای از فرمانروایی مانائی‌ها، سکایی‌ها و مادهاست که پرده از پاسخ بسیاری پرسش‌های تاریخی تا پیش از سده 8 زاینی برداشته است. تپه‌ای که سازه زیویه بر روی آن دیده می شود، تنها تپه این بخش است و از زمین‌های پیرامون خود 80 تا 110 متر بلندتر است. تنها راه دسترسی آسان به این دژ در بخش خورایانی یا همان شرقی و تا اندازه‌ای بخش خورورانی یا غربی آن می باشد. چنان که گذشتگان همواره دروازی دژ را در بخش خوراسانی یا همان شرقی آن می ساختند. نام زیویه برای نخستین بار در سالنامه آشوری سارگون دوم، شاه جنگجوی آشوری آورده شده است. سارگون آشوری از نبردها و تکهای خود برای سرکوب باشندگان زاگرس در سده 7 و 8 پیش از زایش مسیح در سنگ نبشته‌ای چنین یاد کرده است: در روند نبردها افزون بر گشودن ایزیوتو پایتخت مانائی‌ها و شکست ایزانزو و شاه نیرومند آنها، در دژ ویژه میانی مانائی‌ها به نام ایزیپیه، زیپیا یا زیپیه، آرمائیت را نیز گرفته و به آتش کشیده است. بیشتر باستانشناسان بر این باورند که ایزیپیه یا زیپیای یاد شده در این سالنامه همین زیویه کنونی است.
نام و آوازی زیویه در روند پیدایی آن در سال 3684 ایرانی یا 1946 میلادی آغاز شد و در روند سالها کاوش گروه‌های باستانشناسی توانستند بخش بزرگی از بنای یک دژ ارتشی را که در برگیرنده بخش‌های زمانی گوناگون تاریخی است از زیر خاک آزاد کنند. در راستای ساخت جایگاه‌های مهرازی یا همان معماری دژ برای از میان بردن شیب تپه به ساخت سکوهای سنگی برای گرد همایی‌ها پرداخته بودند. در برخی جاها نیز از بخش خالی این سکوها برای اتاق‌های زیرزمینی بهره گرفته شده است. بر روی این سکوها بخش‌های ویژه و برجسته دژ ساخته می‌شدند. ساخت این سازه‌ها را می‌توان نمادی از چیرگی ایرانیان باستان بر نافرمانی و سرسختی طبیعت و جهان پیرامون دانست. فراورده‌های ساختمانی ویژه بکار رفته در ساخت دیوارها خشت‌هایی در سه رنگ نخودی، سرخ و خاکستری هستند که خاک آنها در سه بخش پیرامونی تپه در دسترس است. این خشت‌ها را در همان جا ساخته و سپس به دژ می‌بردند. به کارگیری و جلوه‌گری زیبایی‌ها از پیکره و اندازه گرفته تا رنگ در جای جای این سازه به چشم می‌خورد. پهنای دیوارهای خشتی بین 2 تا 7 متر بوده و وابسته به گونه کارکرد و کاربری دیوار پهنای آنها دگرگون می‌شده است. در راستای پلکان، تختگاه و حیاط‌هایی که کاربردهای ویژه داشتند ساخته شده است. کف بیشتر جایگاه‌های گوناگون دژ بر پایه کاربری آنها از خاک‌های کوبیده و سنگ لاشه و خشت پوشیده شده است. خب دوستان عزیز، بخشی از فیلم دژ زیویه کردستان رو دیدید و این یک قدم کوچک هست در راه اثبات همبستگی و پیوستگی کردان با ایران زمین و اینکه کردان در ایران در سرزمین خودشان هستند و کردستان ایران بخش جدای ناپذیر از ایران زمین است. درباره بخش دوم برنامه ما می‌خوایم راجع به پزشکی در ایران باستان صحبت کنیم. همان گونه که می‌دونید ما درباره دستاوردهای در واقع علمی، تکنولوژیک، فرهنگی و هنری در ایران باستان صحبت می‌کنیم. مدارک بسیار زیادی هست و کتاب‌های بسیاری به زبان پهلوی هست، به زبان اوستایی هست، کاوش‌های بسیار زیاد باستان شناسی شده است و آثار بسیار زیادی به دست آمده است که ما در این بخش می‌خواهم با وجودی که وقت بسیار کمی داریم سعی خواهم کرد که به صورت بسیار خلاصه بخشی از این کاوش ها رو به آگاهی شما بگذارم. پزشکی از کهن‌ترین دانش های بشری است. پزشکی در واقع از همون موقعی که انسان برای نخستین بار بیمار شد یا برای نخستین بار آسیبی دید در واقع به این نکته پی برد که باید راه درمان این آسیب ها رو پیدا بکنند و پزشکی شروع شد. از آنجایی که ایران زمین کهن‌ترین کشور جهان هست و تاریخ پزشکی در ایران بیشک کهن‌ترین تاریخ پزشکی است، نخستین کتاب هایی که در جهان نوشته شد، یعنی نخستین متن های نوشته و نخستین کتاب های نوشته، اوستا و ودا بودند. اوستا کتاب کهن ایرانیان باستان و ودا کتابی است که بسیار شباهت به اوستا دارد از نظر زبانی و آن کتاب کهن هندوان باستان است. در اوستا آغاز تاریخ پزشکی رو در بخشای از اوستا که تا کنون باقی مانده است و در بخشای از اوستا که در کتابهای به زبان پهلوی بازگو شده است
تاریخ پزشکی در واقع آغاز تاریخ پزشکی رو از ایرانویچ یا سرزمین نخستین ایرانیان یا ایریا و ایجه می نامند. در کاوش های باستانشناسی که در واقع در منطقه باستانشناسی ایرانویچ یا ایریا و ایجه یا ایران باستان انجام شده است که اینها از نظر علمی و از نظر علم باستانشناسی حوزه تمدنی BMAC و حوزه تمدنی که بخشی از حوزه تمدنی آندرونوواست در واقع نامیده می شود، در اینها ما حوزه های تمدنی از عصر سنگ و عصر برونز پیدا شدند که اینها از 9000 سال پیش از میلاد آغاز می شوند و تا 3000 و تا 2000 سال پیش نیز ادامه دارند. در اوستا نخستین پزشکی که بیماری و زخم رو درمان کرد و گیاه درمانی رو بنیان گذاشت، نام او در سنت ایرانی تریتا آمده است. تریتا نام نخستین پزشکی ایرانی هست که در واقع این پزشکی و مداوا و گیاه درمانی رو شروع کرد. همچنین تریتا اونا در واقع نام یک پزشکی دیگری است که باز هم در اوستا آمده است. از پزشکان دیگر آریامن در اوستا نیز یاد شده است، یا ایریامن به زبان اوستایی، یا که اگه ما آن را بخواهیم به دری بگوییم می شود آریامن. آریامن در واقع یکی دیگر از پزشکان همان دوران ایرانویچ است که در واقع در اوستا نام او آمده است. حتی برخی از پادشاهان ایران نیز در متون اوستایی یاد شده است که آنان نیز با پزشکی آشنایی داشتند، مانند در واقع جمشید یا یمشایتا در زبان اوستایی جمشید، که او نیز به عنوان یک پزشک در واقع معرفی شده است. نکته جالب دیگری که وجود دارد این است که در واقع در حوزه های تمدنی باستانی و در دوره های تمدنی بسیار کهن ما میبینیم که ایرانیان یا آریایی ها از حوزه تمدنی BMAC کم کم به سمت قسمت های جنوبی تر میان تا به قسمت سیستان میرسند، و سیستان یکی از کهن ترین سرزمین هایی هست که آریاییان در آن سکونت داشتند، از جمله از در واقع شهر از حوزه های تمدنی که در سیستان تا به امروز باقی مانده است، شهر سوخته سیستان است. شهر سوخته یک حوزه باستانشناسی بسیار کهن است که بر اساس تحقیقات باستانشناسی قدمت آن به دوره کهن یا دوره اوستایی باز می‌گردد. بنابراین ما در اوستا نه تنها نام پزشکانی مانند تریتا اونا، آریامن و یمشایتا را داریم، بلکه کشفیات و کاوش‌های باستانشناسی نیز شگفتی جهان رو در واقع به دنبال داشته است و ثابت کرده است که آنچه که در اوستا آمده است با کشفیات تطبیق داده شده است و درستی این در واقع گفته های اوستا با کشفیات باستانشناسی ثابت شده است. من از دوستان خواهش میکنم که عکس شماره 1 رو نشون بدن. بله، همونطور که شما میبینید شهر سوخته یکی از حوزه های تمدنی در ایرانیان اولیه هست. این دوران بسیار کهنی هست، حدود 7 تا 5000 سال پیش هست. در این دوران هنگامی که ایرانیان از حوزه تمدنی آندرونووا و BMAC به سمت قسمت های جنوبی تر کوچ میکنن، یک شهری رو به نام شهر سوخته که البته الان به نام شهر سوخته نامیده میشود، ما اطلاعی نداریم که آن موقع چه نامیده میشده است، بنا میکنن. این شهر از پیشرفته ترین شهرهای زمان خودش بوده که در کاوش ها از در واقع لوله های آبکشی در اونجا به دست آمده، لوله های فاضلاب به دست آمده، لوله های سفالی پیدا شده، و همه نشان دهنده این است که یک نوع برنامه ریزی و سازماندهی شهری در این شهر بوده. اما عجایب این شهر به این محدود نمی شود. دوستان لطفا عکس شماره 2 رو نشون بدن. بله، شگفتی بزرگی که ما در واقع در شهر سوخته اون رو میبینیم و مشاهده میکنیم، جمجمه ایست که در آن
جراحی مغز انجام شده است. در اوستا قطعا هنگامی که نام پزشکان ایرانی آمده است، از روش‌های پزشکی آنها و همچنین از نوع پزشکی به نام کارد پزشکی که یا ما به آن جراحی می‌گوییم نام آمده است. بنابراین جراحی در ایران باستان رواج داشته است و به آن کارد پزشکی می‌گفتند. نمونه‌های اثبات این گفتار این جمجمه‌ای هست که در آن جراحی مغز انجام شده است، یعنی پزشکان متوجه شدند که بیماری بوده است که در آن فشار در واقع مغز زیاد بوده است. پزشکان ایرانیان باستان با کارد پزشکی یا جراحی این جمجمه را شکافتند تا فشار در واقع جمجمه را بردارند و کم کنند و بیمار رو در واقع کمی آسوده بکنند. از شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که حتی پزشک پس از حتی بیمار پس از عمل جراحی مدتی زنده بوده است. عکس شماره بعدی رو لطفاً نشون بدن، سوم رو. بله، از نشانه های دیگر که باز شگفتی رو برانگیخته و از اثبات پزشکی بسیار پیشرفته در ایران باستان هست، باز در شهر سوخته شما یک اسکلتی به دست آمده است که در آن چشم مصنوعی وجود دارد. این چشم مصنوعی با مویرگ هایی از طلا و نقره به کاسه چشم متصل شدند و این نخستین چشم مصنوعی است که کسی در آن دوران چشمش رو از دست داده و این چشم رو در کاسه چشم پزشکان ایران باستان، کارد پزشکان یا جراحان ایران باستان کار گذاشتن. این نیز از شگفتی های بسیار بزرگی است که همه رو به شگفتی داشته و نمونه آن در هیچ حوزه تمدنی دیگری پیدا نشده است جز حوزه تمدنی ایریا و ایجا یا ایران باستان. دوستان لطفا عکس بعدی رو نشون بدن. بله، و این یک زاویه دیگری از همون چشم مصنوعی هست که در واقع نشان می‌دهد که پزشکان در ایران باستان چگونه کارت پزشکی یا جراحی می‌کردند. بنابراین کاوش‌های باستانشناسی دقیقاً مطابقت دارد با گفته‌های اوستا و در واقع اثبات می‌کند که در ایران باستان از پزشکی بسیار پیشرفته ایرانیان برخوردار بودند. بله، من فقط اینجا چون فرصت در واقع کم هست چند نکته مهم رو درباره پزشکی در ایران باستان میگم. شما شواهد رو دیدید، شما نام چند تا از پزشکان ایران باستان رو شنیدید که در متن‌های اوستایی آمده است. همچنین شما باید بدانید که دو مکتب مهم پزشکی در ایران باستان وجود داشته است. یک مکتب پزشکی در واقع مکتب پزشکی در شهر حکمتانه بوده است یا اکباتانا بوده است که شخصی به نام سعنا پزشک بزرگ اونجا در زمان اکباتانا در زمان هخامنشیان بوده است و حتی نام پور سینا یا ابن سینا نیز از این سعنا یا این پزشک باستانی ایران زمین گرفته شده است که او در آن موقع در اکباتانا یک مکتب پزشکی رو به وجود آورده بود. از پزشکان دیگر، از مکتب‌های پزشکی دیگر، پزشکی دانشگاه گوندی شاپور است در دوران ساسانی. در دوران ساسانیان برای نخستین بار دانشگاه تخصصی پزشکی در واقع در ایران پدید آمد که همه پزشکان جهان حتی از یونان به آنجا برای تحصیل و تدریس می آمدند و همچنین بیمارستانی در کنار دانشگاه جندی شاپور در دوران ساسانیان ساخته شد که مردم رو به رایگان معالجه می کرد و این ایران نخستین کشوری بدین گونه شد که از پزشکی و در واقع درمان رایگان برخوردار بود. اما نکته دیگری که باید من بگویم، انواع و کتگوری مختلف پزشکی در ایران باستان هست. در ایران باستان ما در واقع انواع مختلف پزشکی رو داشتیم، یعنی پزشکی بسیار پیشرفته بوده است و به کاتگوری‌های مختلفی تقسیم می‌شده است، همان گونه که ما امروزه در واقع پزشک جراح داریم، چشم پزشک داریم، دندان پزشک داریم. در ایران باستان نیز در واقع آنقدر پزشکی پیشرفته بوده است که به کاتگوری‌ها و به شاخه‌های گوناگونی تقسیم می‌شده است. از این شاخه‌ها در اوستا و
در متون پهلوی چنین نام آمده است. به سه شاخه اصلی در پزشکی در ایران باستان بوده است. شاخه اول مانترا پزشکی بوده که ما به آن امروزه روان پزشکی میگوییم. شاخه دوم دارو پزشکی بوده است که ما به آن پزشکی عمومی میگوییم. و شاخه سوم کارت پزشکی بوده است که ما به آن امروزه جراحی میگوییم. افزون بر این در کتاب وید اودات که از کتابهای زبان پهلوی هست که ما به آن وندیدات نیز دری میگوییم، هفت شاخه دیگر پزشکی نیز نام برده شده است که از آن میان میتوان یک به تن پزشکی، دو روان پزشکی، سه گیاه پزشکی، چهار کارت پزشکی، پنج چشم پزشکی، شش سطور پزشکی که همان دام پزشکی هست، آن موقع سطور پزشکی میگفتن، و هفت داد پزشکی یا پزشکی قانونی نام برد. این کشفیات موی بر تن آدمی راست میکند و این به راستی دانستن آن که ایران باستان به آنقدر پیشرفته بوده است در پزشکی، آنچنان که در متون اوستایی و پهلوی آمده است که من امروز برای شما گفتم، داشتن کاتگوری های مختلف پزشکی، رشته های مختلف پزشکی و آن که کاوش های باستان شناسی در حوزه خراسان بزرگ و سیستان که حوزه است از ایران ویش یا سرزمین نخستین آریایی ها، در واقع کاوش های به دست آمده مانند آنچه که ما دیدیم کارت پزشکی یا جراحی انجام شده روی جمجمه یا کار گذاشتن چش مصنوعی، همه نشان دهنده آن است که پزشکی در ایران باستان از یک پیشرفت بسیار شگرفی برخوردار بوده است. و اینکه حتی در روان پزشکی ما در فیلم البته من این رو عرض کنم خدمتون که ما فیلمی ساختیم به نام پزشکی در ایران باستان، به زودی ما این رو نشان خواهیم داد و این فیلم تمام شده، ساخته شده و این مطالبی که من گفتم تنها بخش کوچکی از آن کشفیات شگفت‌آور درباره دانش پزشکی در ایران باستان است. و اینکه ما در واقع به نکاتی برخوردیم که این نکات به راستی شگفت‌آور است و نکات تنها محدود هم به عمل جراحی روی مغز یا کار گذاشتن چشم مصنوعی نمی شود. برای نمونه در مانترا پزشکی در ایران باستان یا روان پزشکی در ایران باستان با کمک پیل الکتریکی یا باتری الکتریکی به بیماران روانی شوک الکتریکی داده می شده است تا آنها درمان بشوند و این روش پزشکی است که تنها در اروپا در قرن 20 پدید آمد و تا اون زمان وجود نداشته است. اما در ایران باستان در حدود 1600 تا 800 سال پیش در عهد اشکانیان، در واقع در اواخر اشکانیان، اوائل ساسانیان، 1800 سال پیش، ما مانترا پزشکی، روان پزشکی داشتیم که از یک نوع شگردشناسی یا تکنولوژی پیشرفته استفاده می کرده است برای روان، در واقع برای پزشکی و بهبود روان بیماران. در پایان سخنانم میخواهم بگویم که آنچه که از پزشکی در دوران اسلامی باقی مانده است چیزی جز ترجمه متون پهلوی اوستایی نیست. نهضت ترجمه در دوران اسلامی پدید آمد. در دوران اسلامی برای اینکه اصل کتاب‌ها به زبان اوستایی و پهلوی رو کتاب‌های کفرآمیز می‌دانستند، کسانی مانند ابن مقفع یا روزبه نهضت‌های ترجمه پدید آوردند، کتاب‌ها رو به زبان عربی ترجمه کردند و بعد اصل آنها رو اعراب سوزاندند و بدین گونه محتوای کتاب‌ها با خردمندی ایرانیان حفظ شد اما به زبان عربی. بنابراین آن ترجمه به زبان عربی رو امروزه به آن علوم اسلامی میگویند یا علوم اسلام پزشکی اسلامی میگویند که در واقع چیزی به نام علوم اسلامی وجود خارجی ندارد و اینها همش ترجمه کتاب‌های ایران باستان، یونان باستان، هند باستان است و تمدن‌های دیگر است و آنچه که تولید شده است در این تمدن قابل توجه نبوده است. مهمترین اینها ترجمه بوده است، چون در گذشته قانونی مانند قانون کپی رایت نبوده، قطعا همگی ترجمه که می‌کردند کتاب‌ها رو به نام خودشان می‌گذاشتند و از این قضیه مستثنا نیستند حتی پزشکان بزرگ ایرانی که پس از اسلام کتاب‌ها رو ترجمه کردند. در کارهای ابوعلی سینا یا کتاب
قانون که ابو علی سینا آن را در پزشکی نوشت در واقع رد پاها و کلمات معرب فراوانی از ایران باستان به چشم خورده است که نشان می‌دهد پور سینا که نامش رو هم از سعینا بنیانگذار مکتب پزشکی اکباتان در دوران هخامنشی گرفته است، پور سینا در واقع دسترسی به مخازن بزرگ کتابخانه مرو در دوران سامانیان داشته است و بسیاری از نوشته هایش چیزی جز ترجمه متون باستانی به زبان عربی نیست تا از دست برد تجاوزگران به ایران زمین آنها را مصون بدارد. و در پایان مانند همیشه این شعر رو خواهیم خواند با هم دیگر که چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن به کشتن دهیم مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین به راه پیشمرگان ایران زمین.